اینکه خب احساس گناه و عذاب وجدان آیا مربوط به آنچه که نیست ما نقصان داشتیم در عمل کردمون و اون عمل کردی که گذشته و آیا نباید داشته باشیم چرا؟ نه احساس گناه بلکه درکی از ناکامی درکی از ناکامی همه ما ممکنه که اشتباه بکنیم و درک ناکامی یک مهارت انسان سالمه منتها فردی که ناکام باقی بمونه و به جای اینکه عملی جهت تصیح انجام بده حالا تو رابطه است یا زندگی شخصی خودش مدام با احساس گناه و عذاب نفس بخواد خودش رو اذیت بکنه و این باشه که کم کم دچار افسردگی شه یا خلقش بیاد پایین و عذاب وجدانی که باهاش خودش رو بسوزونه او به جای اینکه منبع عمل کردش رو از درون به بیرون ببره یعنی ناکام بشه برای این ناکامی تدبیری بیندیشه اقدامی بکنه رنجش زدایی بکنه یا تأثیری صورت بده فقط داره احساس گناه میکنه دوست. و این به این معنا نیستش که اخلاقیات وجود نداره خوشبختانه انسان متمدن اخلاقیات رو کشف میکنه که بتونه در جمعیت زیاد کنار هم زندگی بکنه برای اخلاقیات بسیار کمک کنندن و اگر وجود نداشته باشند ما دچار ویرانی میشیم ولی اینی که من ناکام بشم و بعد اون احساس رو تبدیل بکنم بله تبدیل بکنم به در واقع نوعی جبران پسندیده تره به نظر من دوباره همونچه گفتم بعد ببینیم چه هیجانی داریم این هیجان چه پیش بینی ای به آینده ما میده بله بنابراین اگر گذشته که رها شده باشه و تمام شده باشه ما خیلی بهتر حال رو زندگی می کنیم تا گذشته که در حال بله به آینده میپیچه و باعث میشه که آینده استراب عمل کردی یا استراب بله انتظاری برای ما ایجاد بکنه و ما مدام حال رو از دست بدیم